مبارک باشه خانم. خیلی ممنون، سلامت باشید. ترافیک بود، بریم. امضا شده؟ بله، اول برو یه لیوان آب بخور. چرا؟ من میخوام زب هم کنم. با این حال بری زب هم میشی؟ وای من چمه؟ چت نیست اینجا، اینجوری تو دادگاه میخوای چجوری باشی؟ مگه بار اولت دختر نیست؟ نه، فقط وکیل دوم بودی، حالا شدی وکیل اول. مثل گواینای پای یک و دو میمونه. الان میتونم پشت کامیون بشینم؟ بله، دو سال داری تمرین میکنی. من تا الان تو دادگاه حرف نزدم. خانم ها حداقل تو این یه مورد دیگه مشکلی ندارن. پس بذارین یه اعترافی بکنم. من خیلی میترسم. عجب، نیازی به اعتراف نیست. هر کی رنگ رو تو ببینه میفهمه. اگه بگم کار مهمی پیش اومده و نمیتونم باهات بیام، ناراحت میشی؟ چی؟ یا اولین دادگاه همه؟ یا داریم با هم شوخی میکنین یا تعبیر خواب بعدیه که دیدم؟ دیشب یه خواب خیلی بد دیدم. تا حالا شده لازمم داشته باشی و نباشم؟ نه. حالا این کارتون چی هست که دارین مهمترین روز زندگیمو خراب میکنین؟ اینم در جهت موفقیت و مصلحت توه. محکم، قوی، سربلند از دادگاه میای بیرون. من مطمئنم. من که قانع نشد. ولی خب باش. خدافظ. خدافظ. موفق باشی. کجا؟ بالا است. خیلی دیر شد. حالا بیا چای بخوریم. یکی ایمان میگم دیر شده. نگاه چرا من تو رستوریست داری؟ من یه ساعت و نیم وقت هست. یه ساعت و نیم چه؟ حداقل نیم ساعت قبل از جلسه باید اونجا باشم، اونم با این ترافیک. خیلی خوب است. مامی اینجا. سلام علیکم. سلام. آقا سلام. چی شد پس؟ کیو اینا منتظرن؟ باشه الان میام. مهندس دیدی؟ به خدا یه عالمه آدم منتظرن. به جا می امضای ما رو بکن ما بریم. مهندس؟ چش.
بفهم دستت درد نکنه. با اجازه. مهران جانم این کیه که اینقدر هواشو داری؟ خواهرم آقای مهندس وکیل شده، دادگاه اولشو گفتیم دیگه کمکش کنی. کاش همه وکیلا داداشی مثل تو داشتن. خیلی ممنون. با اجازه. به سلامت. برگارو برای چون بزن کامشو نکنی. نه خیلیت راحت دستت هم درد نکنه. نگاه موازه بخورش. چشم انعامم میخوای؟ نه بابا برو تو موفق شو واسه من کافیه. میشم دادگاه اولش خیلی نگرانم. امیدوارم بتونی. نگاه شیه. نگاه دوباره عجله نکنی میری تو در دیوارو. ملاقب خودت باش. خودم بلدم چیکار کنم. شما هم که دیگه ظاهرم بده دیر شد برو دیگه خدا حافظ خلی هم به خواهد شما دیگه گذبان بشن خدا تا کم خواهد کن چی شد؟ هیچ بابا هیچ خبر نیست. بفرمایید مرکز. به گوشم بفرمایید. چرا خاموش کردی؟ بلکه هم مفهوم بودش اعزام شدی.
پنجره رو باز کن. امید بالا مهران. مرکز پاشه میشه مرکز. برو سراغ اون یکی. نبض نداره. فرمانده 258 با هماهنگی نیروی انتظامی وارد منزل شدیم. در ضمن دو نفر از ساکنین دسته شدن. سلام. سلام مادر، چرا انقدر دیر کردی؟ تا گزارش رو امضا کنن طول کشید. پس بابات کو؟ چی بابا رفتم دنبالش نیومد. دستش درد نکنه. اون صدف به شما زنگ نزد؟ به من نه، برای چی؟ خاموشه. خب بیا بریم، چرا معطل؟ نه یاد بیچارم. خیلی خب بریم. خاموش هست، نوز موبایل تو بده من. بیا بابا، برای چی میخوای؟ تحویل باید بدم. سبی نمیاد سراغ آدم، همیشه اونجایی که باید جای آدم خالیه. یه همچه روزی جات خیلی خالیه. سلام علیکم آقای وکیل. سلام از ماست بابا جون. این طرفا شب جمعه رو جلو کشیدیم، فرصتی پیدا شد اومدم. میگن گلیم بختی کسی رو که سیاه با بافن سپید بشو نیست. این همه سال هرچی بالای سری بینوا کاشتم زرد شده. شاید خاکش بده. حرفا میزنی آقای وکیل. او بالاها رو نگاه کن، این طرف نگاه کن، یعنی بی خاک اینجا مشکل داره. نمیدونم والا چی بگم. البته راست میگی، آدمیزاد از خاکه. خاک بدبخت بیچاره ها مشکل داره. منظورم این نبود بابا جان. همینه دیگه، یکیش خود من. زاله میبرن بالای کوی قاف، قایمش میکنن، ما را تهیجا. حرفایی میزنی مشتی. بلش کن، قدیه شاهنامه حکایته. نهار به شما میمونیم. ممنون قربونه، دفعه بعدش. پس من یه استکان چای برات بیارم. نه زحمت نکش، دفعه بعدش. جهان چون برای براید همین، بد و نیک روزی سرایت همین. خوبی بکنی خوب میبینی، بدی بکنی بد میبینی توی دنیا. ببخشید
کارش طول کشیده، خودشو میرسونه مامان. بس یه زنگ دیگه بهش بزنم. بخش پول نکنست. وای بالش اگه بازم خاموش باشه. خب تقصیر خودتی که به هر کسی اعتماد میکنی عزیزم. چرا نباید بهش اطمینان کنم؟ بله خاموشه. خیلی خب پس اعصابتو خرد نکن دیگه. حل میشه مامان جون. تو آروم باش. روشن کرد. الو الو چیه؟ کجایی تو؟ چرا موبایلت خاموشه؟ خب چیکار کنم، موبایلمو دم در ازم گرفته. ببین نگار، حدسمون درست بود. خب خدا رو شکر. ولی اگه تا یه روب دیگه مدارکو به هم نرسونی تمام زحمتامون به هدر میره. بجم خدا رو شکر اینم جواب اگه برسه. میرسه ماما جان. سمت راستم نمیشه برم اون تو پرونده رو نشون بدم. آقا عرض کردم که نمیشه. بفرست صدف نرسه بدبختم. مامان جان میاد، نگران نباش. دلم شور میزنه. اینجاست. با آسانسور میومدیم. شماره 225 با خانومت به داخل. آقا خیلی خوب همینجاست. این صدف هم که هنوز نیومد. مطمئن باش به موقع میاد. برو مادر. امیدوارم. نگار جونم، من خیلی وقت منتظری همچین روزی همو. منم هم همینطور. ولی نمیدونم چرا انقدر استراب دارم. چرا ماما؟ مطمئنم از پسش برمیاد. دوستت دارم. منم خیلی دوستتون دارم. پس هم دعا کنیم. سر نمی آم. نه گفتم که جلسه رو سپردن به من. شما بهتره به من اعتماد کنین مثل ایشون. نگران نباش. Thank you.
کیوان اون نادی بچه پشت داره. دکتر دکتر بیارش بیارش. زنده است. خلاص بچه‌ها. بسم الله الرحمن الرحیم. دادگاه رسمیت جلسه را برای رسیدگی به پرونده شماره الف 47932 با موضوع قتل دوشیزه سحر قبادی فرزند عبدالرضا 24 ساله مجرد دانشجو با شکایت شاکیان آقای عبدالرضا قبادی پدر مقتوله و خانم زهرا جلالی مادر مقتوله علیه متهم آقای شایان جهانگیری فرزند جبار مجرد 28 ساله شغل آزاد که در روز هفتم دیماه سال جاری در ساعت 11 صبح حسب محتویات پرونده و کیفرخواست صادره متهم به قتل گردیده تشکیل و شروع رسیدگی را اعلام می‌کند. نماینده محترم دادستان در جایگاه مخصوص تشریف آورده و کیفرخواست را قرائت فرمایند. بسم الله الرحمن الرحیم. ریاست و قضات محترم دادگاه به استدار می رساند. آقای شایان جهانگیری فرزند جبار 28 ساله شغل آزاد محل اقامت تهران با سواد مجرد از تاریخ 7 دی سال جاری به قید قرار بازداشت و محبوس است. نام برده متهم است با شکایت اولیای دم مرحوم سحر قبادی در تاریخ فوق الذکر با ایجاد انفجار در محل سکونت مقتوله وی را به قتل رسانیده که بر اساس مدارک موجود در پرونده از جمله سابقه تهدیدات و مزاحمت‌های مکرر وی نسبت به مرحومه که ناشی از پاسخ رد او به درخواست ازدواج بوده است و شهادت شهود مبنی بر حضور وی در لحظات قبل از وقوع حادثه و عدم دفاع موجه ایشان و سایر قراین به زهکاری وی محرز است. لذا حسب کیفرخواست تقدیمی درخواست اشد مجازات برای نامبرده را از محضر دادگاه محترم می نماید. پدر مقتوله، موضوع شکایتتون رو به اختصار بیان کنید. ما برای هر مرکز اقامتی بوده یه اتاق ویژه بیمار در نظر گرفتیم که بیمارات اتاق خودشون نباشن. آقا میتونی کم تونتر بری؟ آقا پسر، اونی که زیر پات پدال گازه باید پاتو بذاری روش فشار بدی، میتونی؟ چشم خانم هلا. ای بابا اصلا نخواستم آقا نگردم. بفهم برو پیادشو. بله پیادشو، زود باش کار دارم. من پیادشم. آره پیادشو دیگه. من برم آقا. آقا سوار شو. آقا خدا کار میگه. آقا برو سوار شو، میخوایی بریم. خدا خدا برو میرم. آقا برو دیگه. خانم تو رو خدا یواش کنید. باشه. یه سال پیش متهم اومد خواستگاری دخترم، یکی از فامیلای دورمون معرفی کرده بود. ما رفتیم تحقیق کردیم، همه گفتن جوون مقبول و درستیه. ما هم راضی شد. اونا حتی تا پای اخکنون پیش رفتن. دمدمای اخکنون دخترم گفت که پدراشو کرده و دیده که اونا به درد هم نمیخورن. خدا شاهده ما خیلی پاپیش شدیم که از خرشه تو پایین بیاد. اما دخترم دوتا پاشو کرده بود توی کفشو، میگفت ما به درد هم نمیخور. تا جایی که بالاخره اخکنونشون به هم خورد. بعد از اون این جوان هی را به را پیغام پسخو میفرستاد که علم میکنم و بل میکنم. ما پیش خودمون گفتیم خب اب نداره، جوونه،
بالاخره به غرورش برخورده. اما کم کم بدتر شد. گاه و بیگاه تو کوچه و خیابون جلوی دخترم میگرفت و ای تهدیدش میکرد. بعد از اون که ماجرای عروسیشو به گوشش رسونده بودن، تهدیداتش بیشتر و شدیدتر شده بود. بهش گفته بود که بالاخره اسید میپاشم تو صورتت. بهش گفته بود اگه قرار نصیب من نشی، پس نصیب هیچ کس نباید بشی. بلا بذار ترش، بلا بذار ترش. نمیخوام. گریه نمیکنم، بذار ترش. خیلی خوب. کجا میخوای بری؟ حالا شما برو بتون. بلاخره باید بدرم کجا میرم؟ داد پستری من دوستش داشتم. وقتی هم عروسیمون به هم خورد، دنیا هم به هم ریخت. اون پشت میز دانشگاه بود و منم پشت میز حجره. من براش کم بودم. نمیذاش جلوی دانشگاه برم دنبالش. جلوی دوستاش خجالت میکشت. تحقیر شدم. التماسش کردم. ولی من نکشتمش. من نکشتمش. دروغه. آخه من چطور میتونستم؟ جلوی روی خود من تهدیدش کرد. بهش گفت با صورتت کاری میکنم که هیچ وقت کسی نتونه تو رود نگاه کنه. آخرین تهدیدش هم همین 20 روز قبل کشته شدن سحر بود. من و سحر رفته بودیم بازار که یه سری خوردریز واسه جهازش بگیره. که یه دفعه نمیدونم چجوری اصلا از کجا آمد که یه ها جلومون سبز شد. گفت یا سحر دست از ازدواج با اون فکل کرواتی بر میداره، یا اینکه خودم با همین دستای خودم میکشمش. داشتم میرفتم طرف خونه خواهرم. صبح سحر به هم قبل اینکه بره لباسای عروسیشو بگیره تلفن کرد. گفت که دم ظهر برم اونجا لباس عروسیشو تو تنش ببینم. همش دو تا کوچه مونده بود که برسم. که ایها دیدم متهم با موتورش از کوچه سحرینه اومد بیرون. هنوز سر کوچه نرسیده بودم که یه دفعه صدای انفجار خوبم کرد. مطمئنی موتور سواری که دیدید این متهم بوده؟ بله مطمئنم. با همین دوتا چشمام دیدم. خودش بود. همین آقایی که اینجا نشسته. شما شهادت دادید. این متهم چندین بار مقتوله رو تهدید کرده. بله جناب. آخرین بار خودم با چه بدبختی رازیش کردم که بذاره بره. میشه دقیقا توضیح بدی؟ دختر بیچاره تو خونه تنها بود. نمیدونم کدوم خیر ندیده ای در ورودی رو باز گذاشته بود. این خیر ندیده کشیده بود اومده بود بالا. در رو با مشت و لگد میکوبید، عربده میکشید. به دختر بدبخت میگفت در رو باز کن وگرنه با مشت و لگد در رو میشکنم میان تو. دقیقا متهم به مقتول چی میگفت؟ میگفت عروسی تو به خون میکشه. دیدی متهم چگونه مقتول رو تهدید میکرد؟ من از راه میرم پارک داشتم برمیگشتم،
هنوز پامو تو کوچه نذاشته بودم. دیگه با موتورش این بدبخت بینوا رو جلوش گرفته. چیزی هم شنیدی بهم میگن؟ درسته گوشام سنگینه ولی چنان عربده میکشید که صداش 20 تا کوچه اونورتر شنیده میشد. بچه تو کسی به کمک مقتول نرفته بود؟ کسی جرئت نمیکرد چون چاقو تو دستش بود. گویا مسئله ناموسیه. شما چه شنیدین آقای اکبری؟ همین بی‌دین مروت میگفت که زندگیتونو با آتش میکشن. خونتونو با آتش میکشن. آقای اکبری، شما مدیر ساختمون هستین درسته؟ بله. اینم درسته که طبق توافق شما و مدیر ساختمون کناریتون درز بین دو ساختمون ایزوگام شده؟ ایزوگام چی ربطی به این قضیه داره خانم؟ میشه لطفاً جواب منو بدین؟ بله. برفبان الله این درزا پدر ساختمون رو در میاره. ما هم ایزوگام کردیم که بعدها خرج دو دست ما نذاره. با این همه هزینه‌های سنگین. بسیار خوب. طبق گزارش کارشناس فنی شرکت گاز، مسدود کردن درز بین دو ساختمان که بهش درز انقطاع گفته میشه، باعث تجمع گازهای منجر به احتراق میشه. اونجا گازش کجا بود؟ طبق همین گزارش، هواکش موتورخونه ساختمون به همون درز متصل بوده. جناب رئیس، شرکت گاز به احتمال 90% علت انفجار رو ناشی از همین بی‌احتیاطی دونسته. شما شهادت دادین که درست یک ساعت قبل از فاجعه متهم رو توی راهپله‌ها دیدین که به سرعت به سمت در خروجی می‌رفته. خودم دیدم. یعنی شما با شنیدن صدای پا در خونه‌تون رو باز کردین و دقیقاً صورتش رو دیدین؟ نه. وقتی در رو باز کردم داشت از پله‌ها می‌رفت پایین. پس شما که از پشت دیدینش چطور انقدر مطمئنین که خودش بوده؟ انقدر در اون خونه رو از پاشنه درآورده که دیگه شناختنش پشت رو نمی‌خواد. احیاناً کلاه ایمنی سرش نبود؟ چرا؟ خیلی خوب. طبق این سند که توسط دفتر پیک تایید شده، در همون ساعت بسته‌ای که متعلق به یکی از طبقات همون ساختمون بوده تحویل گیرنده میشه، که البته همسایه مذکور قبول نکردن که توی دادگاه حاضر بشن. البته مدارک زعیمه پرونده از اعضای محترم دادگاه میتونن ملاحظش بکنن. بنابراین کسی که این خانم توی راه پله ها دیدن و کسی که خانم جلالی شهادت دیدنشون رو دادن، کسی نبوده به جز یک پیک موتوری که برای تحویل بسته در اون ساعت به ساختمون رفته بوده. نه موکل من. شما گفتین روز هفتم دی ماه سال جاری ساعت 11:30 صبح متهم حوالی بازار بوده. دلیلی برای این شهادتتون دارین؟ آره. این سیستمه چیه؟ سیستم مکانی و موبایل. من اینو مدتیه که فعالش کردم. البته از طریق مخابرات. بار اون روز اومده بود و ما هم یه جورایی دستانه بودیم. از خالی هم که نمیشه بارو تخلیه کنیم که زنگ بزنیم به این شایانه بیاد کمکمون که این بارو تخلیه کنیم. که اونم گفت من همین حوالی هم. الان میام. خلاصه ما یه جورایی شک کردیم. و باورم نشد. گفتم یه سرکارمون گذاشته دیگه. با این سیستم مکانیابی ردیابیش کردیم و دیدم در بازارچه وایساده بود. بنده خدا راست میگفت. اونجا بودش. پس حتما مدرکی هم برای اثبات حرفتون داری؟ آره، همتک قانونی. میشه خواهش کنم؟ من مخابرات گرفتم. ممنون. جناب رئیس. بفرمید. دست رو در بکنه. چقدر شد آقا؟ بریم همون، هر چه دوست داشته. ادام بایستا. راستیتش، اون رو رفته بودم در بازارچه جنس تحویل بدم. هنو به بازارچه نرسیده بودم دیدم یکی داره بوق میزنه. برگشتم دیدم شایانه. رفتم پیشش. گفتین چه ساعتی؟ 11 بود. شما همیشه اینقدر توی وقت دقیق هستین؟ نه، ولی شایان گفت بریم چلو کبابی. منم به ساعت نگاه کردم 11 است. چلو کبابی؟ بله دیگه، چلو کبابی. شایان گفت بریم یه چیزی بخوریم. منم نگاه کردم دیدم ساعت 11 است. فهمیدم اوضاعش ناویزونه. چون هر وقت اوضاعش بیریخ میشه میزنه تو خط خورده. جناب رئیس، طبق این مدارک، معذرت میخوام یه لحظه. با اجازه، طبق این برگه جریمه غیر تسلیمی
که در تاریخ 7 دی ماه سال جاری ساعت 11:15 صبح برای موتور متهم در محدوده بازار به علت نداشتن کلاه ایمنی صادر شده که این زمان تقریبا مقارن میشه با زمان وقوع حادثه و دقیقا زمانی که شهود ادعا میکنن ایشون رو توی راه پله ساختمون و یا کلن در محدوده دهکده المپیک دیدن و طبق شهادت والدین مقتوله که ادعا میکنن تا ساعت 10 صبح در منزلشون بودن و بعد از ساعت 10 منزل رو ترک کردن، بنابراین جناب قاضی احتمال هر گونه خرابکاری از جانب متهم به نظر من که منتفیه. مساله ساختمانی بلا استفاده و بازگشت گازمونو به فضای داخل خانه، در حالی که اهالی خانه خواب بودند، منجر به فوت دو نفر شده است. تمومه. ببین مهران، درست کارت خوب بوده، تونستی جونه بچه رو نجات بدی، ولی دیگه نمیذارم این کارو بکنی. اگه اذیتت میکنم همین الان میتونی ببین کیوان بگی. درسته تو سرپرست تیمی، منم تازه وارد، ولی قرار نیست وقتی میری ماموریت من اندازه تو بقیه سهم نداشته باشم که. سهم چی؟ سهم از هر چی؟ سهم از خطر، سهم از ناقص شدن. بابا نکنه از مردن. کیوان جان، تو میدونی این کارو من خودم انتخاب کردم، خودم میدونستم قبل از اینکه بیام اینجا چه خبره. تو میدونی که تو پیش خواهرت با من چیکار میکنی؟ چه ربطی به اون داره؟ او بچه که نیست. آره، ولی اون اینطوری فکر نمی‌کنه. تو چه جوری فکر می‌کنی؟ بنویس. اینجاست. ماهرخ جون. سلام. سلام، چی شد؟ خب بردم دیگه، چی شد چیه؟ افتم از پسش. شیری یا روبا؟ سلام بچه شیر. که اولین شکارشو به تور زده. حیف شد، کاش می اومدین. بپرس ببین کی میاد. اما نیومدنم بیشتر کمکت کردم. کی میرسین خونه؟ اگه این هوا بهتر بشه که. هوا؟ مگه الان کجاییم؟ ده مار تو آستینم پروروندم؟ مگه من پروندتم دختر خانم؟ اصلا فکر کن یه رازه. باشه، شب میبینم اتون. خدافز. بایسین. یه رازه. شادم یک کابوس، مثل یک کابوس ما را به روی